خانه مقاومت ایران خوش آمدید. ما در آستانه روز جهانی زن هستیم، به همین دلیل به همه خواهرانمون در سراسر دنیا این روز رو تبریک میگیم. این روز معمولا روزی هست که بیان میکنه نابرابری، ستم و خشونت علیه زنان رو، اما در این حال و شاید بیش از اون یادآوری میکنه مبارزات قهرمانانه زنان رو در سراسر دنیا علیه این نابرابری و ظلم. به این مناسبت به پیشتازان مبارزات برابری طلبانه زنان در سراسر جهان و به خصوص به زنان دلیری که در قیام‌های اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا به پا خواستند و پیروزی‌های بزرگی برای کشورهای منطقه و همه ما خلق کردند، درود می‌فرستیم. شاید که اولین بار خیلی از ما همدیگر رو می‌بینیم، ولی فکر می‌کنم که در این حال بسیار بسیار نزدیک و آشنا هستیم با هم. فکر می‌کنم اون چه که ما رو به هم نزدیک می‌کنه و احساس نزدیکی بیش از حد می‌کنیم، قبل از هر چیز دردهای مشترک ماست و همچنین دشمن مشترکی که داریم، یعنی رژیم ولایت فقیه که در ایران و در تهران نشسته، حاکم بر کل ایران و الان باید گفت که حاکم بر خیلی از کشورهای منطقه است و فکر میکنم که کمتر کشوری هست در منطقه که از ظلم و جور این حکام دین فروش در امان مونده باشه. به همین دلیل همچنان که گفتم ما دردهای مشترک داریم، دشمن مشترک داریم و البته آرزوهای مشترک برای رهایی ملت هامون از بنیادگرایی، استبداد و عقب ماندگی. به همین دلیل همه ما در خیابانهای تونس یا قاهره یا بنغازی و بغداد و سایر پایتخت ها همراه قیام کنندگان سرود ادو شعب و یامان اراد الحیات، ما همراه قیام کنندگان این سرود رو خوندیم و پیروزی انقلاب ها رو به همدیگه تبریک گفتیم، چون هر یک از اونها پیروزی بود برای همه ما. کما اینکه مردم به پاخواسته این کشورها غرق شادی شدند وقتی که مردم ایران در همین ایام دو بار با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و اینکه خواستار سرنگونی رژیم ولایت فقیه شدن، اونم در تهران و در چند شهر بزرگ ایران، وقتی که با این شعارها مردم ایران به پا خواستند، ما شادی همه مردم منطقه رو در این قیام ها دیدیم. خواهران و برادران گرامی و عزیز، انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا به جهان میگه دوره تازه‌ای در خاورمیانه آغاز شده. این اون واقعیتی که هیچ کس نمیتونه اون رو انکار کنه. پیام این بهار شکوفا اینه که قرن 21 قرن ماست، چه خوششون بیاد چه بدشون بیاد. عصر زنان و عصر جوانانه، عصر دموکراسی و برابریه و عصر آزادی خلقهای منطقه است. این اون واقعیتیه که در میان همه این هیاهوها هیچ کس نمیتونه اون رو انکار کنه. مشخصه های این دوران کدومه؟ نخستین مشخصه اینه که دموکراسی و برابری در مقیاس کل خاورمیانه و شمال آفریقا الان به یک خواست گسترده تبدیل شده. آتش جوامع ما به دموکراسی و برابری هیچگاه در هیچ برهه‌ای از تاریخ این اندازه نبوده.
مشخصه بعدی این که این جنبش فراگیره، یعنی این جوانان و زنان هستند که نقش فعال و پیشتاز دارند در این جنبش فراگیر، و فکر میکنم که نقش فعال زنان و جوانان در این جنبش فراگیر یک عنصر نو و جدیده که چشم جهانیان رو خیره کرده و همه مجبور شدن در تحلیل ها یا گزارش ها به اون اشاره یا استناد کنند. سومین مشخصه نادیده گرفتن جنبش آزادی خواهانه که پروژه مشترک بنیادگراها و مماشاتگران بوده، الان دیگه شکست خورده. به جرأت میشه گفت که سیاست مماشات که برای بنیادگراها یک فرصت تاریخی بود و فرصت تاریخی فراهم کرد برای تغذیه و بقای اونها در کل منطقه، الان شکست خورده و همه به شکست این سیاست اذعان کردند. و ما چهارمین ویژگی برجسته این دوران اینه که موج تغییر که در سراسر کشورهای منطقه آغاز شده، فاشیسم ولایت فقیه رو مشخصا هدف قرار داده و برخلاف دروغ‌های آخوندهای حاکم بر تهران، در حقیقت این باید گفت جنبشی است علیه ولایت فقیه و الگوی ارتجاعی خمینی که فکر می‌کرد حالا بعد از ایران می‌تونه اون رو صادر کنه به سایر کشورهای منطقه، ولی الان می‌بینه که هم در ایران و هم در سایر کشورهای منطقه همه از اون تبری می‌جویند، در حالی که فریاد آزادی خواهی و دموکراسی طلبیشون بر آسمان بلنده. در حقیقت مقاومت و آگاهی عمومی نسبت به طینت پلید این رژیمی که بالا رفته و همه الان متوجه شدن که مطامع شریرانه این رژیم برای کل منطقه چقدر خطرناکه و اگر جلوی نیستن و قیمت رو هرچه سریع‌تر ندن، بها و هزینه بسیار گزافی از جیب تک تک خواهران و برادران ما در کل منطقه خواهد گرفت. الان که دوران تازه از حیات ملت‌های این منطقه آغاز شده، تهدید این رژیم باید گفت که برای این دوران گذار بیش از هر زمان دیگه است. خواهران عزیز و گرامی من، باید بگم که آیا برای این چشم‌انداز پرشکوه و برای تحقق این تغییر سرنوشت‌ساز که چیزی نیست جز دستیابی به دموکراسی و برابری، یعنی همون خواست همه ملت‌های منطقه، آیا برای این چشم‌انداز پرشکوه از زنان کاری ساخته است یا نه؟ شما ممکنه همه ناراحت بشین از این سوال من، ولی از اونجایی که این سوال سوالی است که در سطح کل منطقه مطرحه، دلم میخواد اول اینجا بین خودمون، یعنی شما زنان شجاع مبارز و نماینده از همه کشورهای منطقه تعریف کنم. آیا زنان خاورمیانه می توانند در این تحول بزرگ نقش جدی داشته باشند؟ واقعیت اینه که انقلاب ها در شمال آفریقا و خاورمیانه و حضور تحسین برانگیز دختران جوان در صفوف این جنبش ها و خیلی جاها در صف مقدم جواب این سوال رو داده. جواب این سوال آریست، بله، می توانند و باید و ضروری است و بدون حضور آنها نمی شود، و این اون حرف جدید است. قیام سال گذشته و مثال در سراسر ایران و حضور رزمنده و فعال زنان در اون باز جواب را به ما می دهد و آن آریست. سه دهه مقاومت
علیه رژیم ولایت فقیه با آن همه زنانی که شهید شدند و یا به اسارت رفتند و روی تخت های شکنجه زیر سخت‌ترین شکنجه ها قرار گرفتند، اما دست از مقاومت بر نداشتند. تاریخچه این سه دهه به ما میگوید آری. و همچنین رهبری پایداری در شهر اشرف توسط زنان پیشتاز جواب را به ما میدهد که آری است. و باید گفت که نه تنها این زنان نقش جدی دارند، بلکه نیروی تعیین کننده در مبارزه علیه بنیادگرایی هستند. به عبارت بهتر، بدون آنها چنین مبارزه‌ای به پیش نخواهد رفت. و اگر بخوام حرفم رو تکمیل کنم، باید بگم که این زنان هستند که نیروی تعیین کننده در بنای دموکراسی، به خصوص در کشورهای منطقه خاورمیانه هستند. چرا؟ چون در منطقه خاورمیانه بلای بنیادگرایی به هیچ جامعه اجازه پیشروی نخواهد داد. به همین دلیل آنتیتز بلا، آنتیتز بنیادگرایی، حضور فعال و وجود زنان در این نبرد عظیمه. واقعیت اینه که البته زنان رنج های بسیار کشیدند، به خصوص تحت حاکمیت بنیادگراها، تبعیض و تحقیر بسیار دردناکی رو در این سالیان تحمل کردند. به صورت بیرحمانه سرکوب شدند و قربانی ستم و بهره کشی بودند و حتی حقشون به عنوان انسان انکار شده. الان در ورود خواهران عزیز افغانیم داشتن به من میگفتند از ستمهایی که اونجا در افغانستان داره بر زنان افغان به وسیله این عمال دست نشانده آخوندهای حاکم بر تهران انجام میشه. بسیار دردناکه، میبینیم و میشنویم، اما قطعا نه اونجور که شما از نزدیک دیدیم، ولی میتونیم لمس کنیم چون مشابه اون رو در جاهای دیگه و کشورهای دیگه دیدیم. در حال در این زمان فکر میکنم که اونم در عصر آگاهی و ارتباطات و در عصر بیداری و برخواستن زنان، دیگه این ستم ها فقط مایه درد و رنج و تحقیر و توهین برای زنان نیست. به عکس، مایه انگیزش برای زنان برای کسب آزادی و برابری. یعنی این ستم ها سرچشمه جوشان یک در واقع قدرت برای مقابله و نبرد و مبارزه علیه عاملان است. به علاوه در اونها یک شکیبایی و بردباری و ایمان و یک امید سرشار ایجاد میکنه تا در هیچ شرایطی دست از مبارزه برندارن. یعنی یک توانایی بی انتها برای گسستن زنجیرها و برای تغییر دادن و تغییر کردن. اما الگویی که رژیم ولایت فقیه عرضه میکنه بر در نقطه مقابل این اندیشه، بر نادیده گرفتن دیگران و بر بهره کشی متکیه، به خصوص بر نادیده گرفتن زنان و بهره کشی از اونها، در مقابل این فرهنگ منحط زنان مبارزه خود رو بر از خود گذشتگی استوار میکنند. برای برداشتن هر مانعی قدم به قدم قیمت اون رو میپردازند و تلاش میکنند در نقطه مقابل اون خصائص انسانی رو در خودشون هرچه بیشتر رشد بدن و بپرورانند و کیفیت انسانی رو در افراد پیرامون خودشون شعله بر کنند. و این چنین به منبع
لایزال انسانی، یعنی نیروی نهفته در هر انسان، خصوص زنان که به دلیل سرکوب و تبعیض مضاعف دارای انرژی سرکوب شده مضاعفن. اینا این چنین میتونن به این منبع لایزال دسترسی پیدا کنند و در نتیجه هر سدی رو که بر سر راه اونها قرار میگیره، قدرت اینو دارن که اون رو کنار بزنن. خواهران و برادران گرامی، به عنوان اختتامیه باید بگم که دوران جدید همچنین با قدرت شگرفی شناخته میشه که میتونه موانع بزرگ رو از سر راه برداره. این قدرت همبستگی میان ملت‌های این منطقه و به خصوص همبستگی بین زنان این منطقه است. همبستگی و همدلی در قبال دشمن مشترک ما که آخوندهای حاکم بر ایران است. همراهی و همیاری برای دست یابی به آزادی. و از یاد نمیبریم، همین فکر میکنم هفته های اخیر بود که مردم افغانستان برای نشان دادن خشم و اعتراض خودشون نسبت به عملکرد آخوندها در اونجا و اعدام خواهران و برادرانشون چگونه تظاهراتی رو علیه آخوندهای حاکم بر ایران در کابل به راه انداختن. از یاد نمیبریم که سال گذشته مردم فلسطین چه تلاش هایی برای ارسال غذا و دارو به اشرف محاصره شده انجام دادن. من شخصا سپاسگزارم از همه تلاش های شما در این مدت که بسیار بسیار ارزشمند بوده. و از یاد نمیبریم حمایت ها و دفاع فعالانه این که روشنفکران، نویسندگان و مدافعان حقوق بشر و همچنین وکلای مصری در این مدت از شهر اشرف داشتن که بسیار باعث دلگرمی اونها بوده. در هر فرصتی که من تونستم اونها رو بشنوم یا ازشون گزارشی داشته باشم. حالا میدونیم که در این شرایط اشرف وارد سومین سال محاصره ظالمانه و ضد انسانی خودش میشه. اونها اگرچه که هر روز شرایطشون سخت‌تر میشه، ولی پایداریشون رو علیه این شرایط هرچه که میگذره بیشتر و بیشتر میکنن. به خصوص در یک سال گذشته، همچنان که باز دیروز اشاره کردم، میدونید الان بلندگوهایی که اطراف اشرف کار گذاشتن و 24 ساعته اونها رو شکنجه روحی و روانی میکنه به 210 بلندگو رسیده که سرسام آوره. و اضافه کنید به اینها نخست وزیری در عراق که در صدد تا اونجایی که میتونه هر روز سرکوب بیشتری رو بر ساکنین اشرف مار کنه، چون این قول و قرارش با خامنه‌ای در تهران بوده. بنابراین در این شرایط اگر اشرف تونسته به کمک شما خواهرانش و سایر خواهران و برادرانش در سراسر دنیا و به اعتبار پایداری بیشکاف خودش در مقابل هر نوع ظلم ستم بیسته و این چنین دشمن رو از رو ببره و خسته کنه، من فکر میکنم این اون الگویه که میتونه در همه جا تکثیر بشه.